فصل 11. عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ عیسی در جواب گفت: بروید و آنچه را که می‌بینید و می‌شنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جذامیان پاک می‌گردند، کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و به بینوایان بشارت داده می‌شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند. در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم و فاخر بود؟ مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی میفرماید: این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز، پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته است و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید. نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نه می‌خورد و نه می‌نوشید، ولی همه می‌گفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشد، مردم می‌گویند: نگاه کنید، او یک آدم پرخور و میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می‌رسد. آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده گفت: وای بر تو ای خرزین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داد و گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان زمین، تو را سپاس می‌گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخت. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد
پدر را به ایشان بشناسانند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.